Cabir İbni Samura radıyallahu teala'nın mefarmayat Sa'da Nebi aleyhissalatu vesselam el minbara fekala amin amin amin. Yani Ruze Peygamber aleyhissalatu vesselam bolay minbar şud ve sebbor kelime-i amin ra telaffuz namuda. Dar bazı rivayet-i amada ist ki vakti Peygamber aleyhissalatu vesselam pay mubarakashan ra بالای زینه یکمی منبر گذاشتن آمین گفتن و سپس وقت پایشان را بالای زینه دویمی منبر گذاشتن باز هم آمین گفتن و بعد از آن وقت پای مبارکشان را باز هم بالای زینه سیمی منبر گذاشتن باز هم آمین گفتن فلما نزل سئل عن ذلك وقت پیامبر علیه السلام از بالای منبر پایان شد صحابگان بزرگوارش از او سوال کردند که ای رسول خدا چی سبب شد که بالای منبر سه بار آمین گفتی فقال پیامبر علیه السلام در جوابشان فرمود اتانی جبریل فقال رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له پیامبر می فرماید وقتی پایم را بر زینه یکم منبر گذاشتم جبرئیل علیه السلام به نزدم آمد و فرمود وای بر حال کسی که رمضان را در می‌یابد اما گناهانش بخشیده نمی‌شود قل آمین فقلت آمین جبرئیل به من گفت که ای محمد بگو آمین و من هم آمین گفتم و رغم انف امرئ ذکرت عنده فلم یصلی علیک و وقتی میگوید پایم را بالای زینه دویم منبر گذاشتم جبرائیل باز فرمود وای بر حال کسی که نام تو در نزد او گرفته می شود و به تو درود و صلوات نمی فرستد قل آمین فقلت آمین جبرائیل گفت که ای محمد آمین بگو و من هم گفتم آمین و رغم انف امرئ ادرك والديه او احدهما فلم يغفر له میگاد وقتی پایم را بالای زینه سیم منبر گذاشتم جبرائیل باز فرمود وای بر حال کسی که پدر و مادر زنده دارد یعنی پدر و مادرش در قید حیات است و به آنها نیکی و خوبی نمیکند تا سبب مغفرت گناهانش شود قل آمین فقلت آمین جبرائیل گفت که ای محمد آمین بگو و من هم گفتم آمین پس برادران عزیز و گرامی ببینید که دعا کننده جبرائیل علیه السلام است و آمین گوینده حضرت محمد علیه السلام پس وای بر حال کسی که رمضان را در می‌یابد و گناهانش بخشیده نمی‌شود از رمضان خوب استفاده نمی برد وای بر حال کسی که نام محمد علیه السلام در نزدش گرفته می شود و بر او درود و صلوات نمی فرستد و وای بر حال شخصی که پدر و مادرش در قید حیات است و به آنها خوبی و نیکی نمی کند تا سبب مغفرت گناهانش شود وای بر حالشان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.